تو حیاط بزغاله چپ چپ به خروس نگاه کرد. خروس یواش یواش عقب رفت. بابا داشت از توی حیاط میومد تو ایوون که اونا رو دید. چه خبره باز؟ اخبار امروز روستا را به سمع و نظرتان میرسانم. امروز خروس و بزغاله با هم درگیر شدند. علت این درگیری هنوز مشخص نیست. این بود اخبار امروز. چرا باز مثل خروس جنگی میخواین بیافتین به جون هم؟ یعنی منظورم خروس و بزغاله جنگی. زشته، دوتا دوست که با هم دعوا نمی کنن. مثل این که یادتون رفته شما از بچگی با هم بزرگ شدین. بزغاله و خروس نگاهی به بابا میکنن و بعد هر کدوم در حالی که معلومه هنوز دلخورن به هم دیگه. اون طرفتر بابا داشت درخت توی باغچه رو نگاه میکرد. دید که یکی از شاخه ها خشکیده. شاخه خشکیده رو باید از درخت جدا کنم. اون وقت بابا رفت نردبون و عرش رو آورد. بابا داشت شاخه خشکیده میبرید که یهو بزغاله دنبال خروس دوید. بزغاله میخواست خروس رو شاخ بزنه اما محکم به نردبون خورد. بابا از روی نردبون افتاد تو باغچه. آخ پام. بیبی توی اتاق بود که صدا رو شنید. چه خبر شده؟ اخبار امروز روستا را به سمع و نظرتان میرسانم. امروز بابا از درخت افتاد و گفت آخ پام. این بود اخبار امروز. اما عباس شما وقتی را وردی یا؟ بی بی از اتاق بیرون اومد و بابا رو دید. افا چی شد؟ چرا افتادی زمین؟ بهتر از اون بپرسی. بی بی بزغاله رو نگاه کرد. بابا جان تو هم شوخید گرفته ها، با اون زبون بسته چی کار داری؟ شایدم اون شوخیش گرفته. آخ پام. پای بابا درد میکرد، میلنگید. آهای بزغاله شیطون، اونجا فای نشا، بیا کمک کن. بزغاله که از کارش پشیمون و ناراحت بود بود اومد کنار بابا. نگفتم با هم دعوا نکنین، نگفتم این کارا زشته. خب حالا دیگه اینقدر ناراحت نباش، همش هم که تقصیر تو نبوده. اون خروس بلام که الان نمیدونم کجا قایم شده بی تقصیر نبود. همینجا بشین و از جا تکون نخور تا من برم یه متکا بیارم و بذارم پشتت. امان از دست این دوتا. نگاه کن بزغاله هنوز دنبال خروسه، اما این دفعه بی صدا و پاورچین پاورچین. بابا تا غروب همونجا توی ایوون نشست و از جاش تکون نخورد. بی بی هم تا میتونست از بابا پرستاری کرد. میگم بی بی تو اینقدر به آدم میرسی که آدم دلش میخواد همیشه پالت داشته باشه. شما خوب شو، من قول میدم بازم ازت پرستاری کنم حتی اگه پادردم نداشته باشی. غروب که شد بابا نگاهی به آسمون کرد. یکی از ستاره ها زودتر خودشو نشون داد و به بابا چشمک زد. دیگه باید را بیافتم بی بی. کجا؟ بی بی جا سوالایی میکنی ها. با این حال روزم این وقت کجا رو دارم برم؟ دارم میرم مسجد برای نماز دیگه. با این پا؟ خب آره، مگه من جز این دوتا پا پای دیگه هم دارم. بی بی نمیخواست که بابا به زحمت راه بره. ببین بابا جان، من به خاطر خودت میگم، اگه بخوای با این پا به مسجد بری دیر میرسی یا حالا دیگه خودت میدونی. اما بابا قبول نکرد، از جاش بلند شد و به کمک چوب دستی به طرف مسجد به راه افتاد. خدا بد نده، چی شده بابا؟ چیزی نیست آقا رحیم، از نردبون افتادم. حالا کجا داری میری؟ دارم میرم مسجد. آقا رحیم دلش نیومد که بره و بابا تنها بمونه.
پس بیا بالا برسونمت. آقا رحیم زحمتت نمیدم، تو برو، خودم یواش یواش میرم. اما آقا رحیم نرم. من که گفتم میرسونمت، حالا بیا بالا. بابا سوار شد، آقا رحیم به طرف مسجد رفت. آقا رحیم یواشتر. بابا اینجوری که من هیچ وقت به مسجد نمیرسم که. نترس بابا جان. بیبی توی ایوون بود، صدای اذان مسجد رو شنید، آسمون رو نگاه کرد. بابا من که گفتم به موقع نمیرسی، خدا کنه که به موقع برسی. وقتی بابا از مسجد بیرون اومد، آقا رحیمم با اون بود. بابا جان بیا بالا که میخوام زود برسونمت خونه. اونا به در خونه بابا رسیدن. زحمت کشیدی که منو بردی آوردی، خدا حفظت کنه آقا رحیم. چه زحمتی، به بیبی خانوم سلام منو برسونید. بابا لبخند زنان ایستاد. آقا رحیم خوب که دور شد رفت تو. بیبی بعد اومدم. نه خیر، اینگار با پادرد زودتر میری و میایا. آخه بیبی شانس آوردم، سواره رفتم سواره برگشتم. سواره رفتی؟ سواره برگشتی؟ این حرفا کدومه بابا؟ شوخی گرفته ها؟ اگه باور نمی کنی فردا برو از آقا رحیم بپرس. اما بیبی حرف بابا رو باور کرد، چون بابا همیشه راست میگفت. بابا ساکت موند و نردبون رو نگاه کرد. جوجه ها روی نردبون بودن. شما ها مواظب باشید نیفتید. راست میگه بابا، شما ها بیفتین واویلاشتا. موسیقی